بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. الو. بله، کمی بلندتر. الو، سلام. بفرمایید خانم. سلام. خسته نباشید خانم دکتر. من 4 تا موضوع از خودم صحبت بکنم خدمتتون. بفرمایید خانم. بله، اول از همه خدمتتون بگم که من مسئله‌ای که دارم رو خودم فکر میکنم میدونم ناشی از چیا هستش. بعد یه مدتی مثلا پیش به روانشناس اینا هم مراجعه کردم، ولی خب بیشتر نتیجه نگرفتم. بعد حالا موضوع هم اینه، اگر خصوص تو زمینه دوستیابیه، خب من وقتی که مثلا وارد جمعی میشم یا تو رابطه دوست ها قرار میگیرم و تو اجتماعی که هستم، انعکاسی رو که میگیرم از همه اینه که من فرد قوی هستم و همه میگن تو دوست زیاد داری. این انعکاس رو دارم، ولی هیچ وقت فکر نمی کنم دوست دارم، یعنی اصلا نمیتونم اون رابطه که موفق باشه رو برقرار کنم. علی خصوص موضوعی که حالا توش هست اینه که مثلا من افرادی رو انتخاب میکنم یا گروهی رو انتخاب میکنم که با اونا دوست باشم در ابتدا. خب دارید منو؟ بله عزیزم، بفرمایید. بله، بعد به نظرم انتخاب بهتری هست، یعنی توی اون جمعی که هستم اون مثلا دخترا یا اون پسر مورد خوبیه، ولی من همیشه با اونی دوست میشم نهایتا در واقعیت پیش میره رابطم که من به هیچ وجه نمیخواستم با اون دوست بشم، یعنی اصلا به وضوح اون ویژگی هایی داشته که من حتی ردش کردم. ولی بعدم که من مثلا اومدم با اون گزینه هایی که فکر میکردم میتونن دوست خوبی برای من باشن ارتباط برقرار کنم، احساس میکردم ریجکت میشم از سمتشون. بعد منم با خودم گفتم خب خیلی شاید اصرارم نکنم، ولی عملا همیشه چه با دختر چه پسر گزینه های دوست من اونی بوده که من اصلا نمیخواستم باهاش دوست بشم. بله، اجازه بده که من از شما بپرسم چند سالته؟ من 26م. 26 سالته. جدی ترین و طولانی ترین رابطه ای که تا حالا توش بودی چند سال بوده؟ دختر یا پسر فرق نمی کنه؟ بله. اینکه دختر باشه یا پسر باشه فرق نمی کنه؟ نه خیر، صمیمی، دوست صمیمی، طولانی ترین رابطه. طولانی ترین رابطه تقریبا 10 سال. البته دوست صمیمی میتونم بگم 6 سال، ولی رابطه هامو مثلا رابطه های 10 ساله 12 ساله هم دارم که حفظ کردم. آها، اون وقت این دوستم کسی بوده که اصلا نمیخواستی؟ چشو بخواید توش بالاخره ویژگیهی پیدا کردم که احساس کردم منم اون ویژگیهی مشترک رو داشتم، ولی اون ابتدا من نه نمیخواستم. اوکی. کسی دیگه تو... بودن که همون موقع من ترجیح میدادم با اونا باشم، دوست باشم، لاغت چون سوژه های بهتری بودن، شادتر بودن. بذار من اینو بگم که تو چیزی که داری میگی در نگاه سطحی اولیه اینه که تو داری میگی که من با همیشه با کسی که به اصطلاح از خودم پایین تره راحت ترم، درسته؟ نه اینطور نیست همیشه، ولی فکر میکنم در عمل اینه. آره. دیگه ما در فعل و ما در نظر در تئوری که نداریم، ما در عمل داریم میگیم که شما همیشه با کسایی خط میشی که اصلا نمیخواستی دوست شی، یعنی درسته. قابل نمیدونستی، ولی با اونا خط میشی. یکی از دلایل مسئله میتونه این باشه که شما اعتماد به نفست پایینه، حرمت ذاتت پایینه و فکر میکنی اون کسانی رو که دلت میخواد
اگر بخوای به سمتشون بری ممکنه تردت کنن. بنابراین به سمت کسانی میری که مطمئنی که به اصطلاح ترد نمیشی، جواب نم نمیشنوی. این یکی. میخوام دکتر عذر میخوام خیلی، اتفاقا من جرأت این رو دارم که برم سمت اون افراد، علل خصوص اگه دختر باشه، چون تو جامعه ایران تو محیط دخترانه دختر رو همیشه بزرگ شدن. بعد من واقعا هم رفتم سمتشون، اینطور نبوده که از ترس ریجکت شدن نرم، ولی رابطه موفقی نبوده. مثلا پس از یک هفته با هم بودن اینا بالاخره اون گرمای رابطه نگرفته و رابطه خیلی خوب علتش صبر کن، علتش اینه که وقتی ما در یه رابطه‌ای قرار داریم که خودمون توش احساس امنیت نمی کنیم، خودمون رو لایق اون رابطه نمی بینیم و دائم در ترس هستیم، خودمون اون جوری که باید مایه بگذاریم و اون چسبی که باید، اون غلظت چسبی که باید دلهامون به هم بچسبه از خودمون نشون نمیدیم و اون وقته که خب یه چسب رقیق وا میره. اما یه نکته دیگه غیر از مسئله حرمت ذات که به شما بگم این هست که به نظر میرسه ممکنه که شما یه احساس وحشت از نزدیکی و پیوند دلها هم داشته باشی، در نتیجه کسایی رو انتخاب میکنی برای دوست بودن و رفت آمد و معاشرت که همیشه میدونی که اون رشته های عمیق درونی دلتون با هم بافته نمیشه، در نتیجه جدا شدن هم از اونا برات کار سختی نیست. اینو میگن fear of intimacy. وقتیه که ما کسانی رو که نمیخوایم انتخاب میکنیم چون همیشه میدونیم که به راحتی میتونیم جر بزنیم یا به راحتی میتونیم به اصطلاح از دستشون خلاص بشیم. میشه انگلیسیش دوباره بفرمایین؟ چی رو بگم؟ لغتی رو که به کار بردیم. Fear of intimacy. وحشت از صمیمیت. بله. اوکی؟ بله. خواهش میکنم.